شاید شما هم در زمان دیدن سوسک تو خونه با دنبال کردن اون برگ کشتنش به این فکر کرده باشید که چی این موجود تو اینقدر سخت جون کرده. بعدش با خودتون بگید بی خود نیست در زمان انفجار بمب اتمی تنها موجوداتی که زنده میمونن سوسکا هستن. اگه شما هم به روی این تن بودن سوسکا در مقابل امواج رادیواکتیو اعتقاد دارید، باید تأکید کنیم که برخلاف تصور عمومی این حرف درست نیست و سوسکا هم در مقایسه با سایر حشرات نسبت به امواج رادیواکتیو تحمل خفیفی دارن و خیلی زود میمیرن. در دنیا نزدیک به 5000 گونه مختلف سوسک وجود داره که 99% این گونه ها در کنار ما زندگی میکنن. البته این همزیستی به همین سادگی هم نبوده و طی سالیان سال تلاش بیوقفه سوسکا برای سازگاری فیزیکی و شیمیایی با شرایط زندگی در کنار انسانها به وجود اومده. سوسکا به طرز قدرتمندانه ای سرسختن. این موجودات میتونن تا هفته ها بدون سر زندگی کنن و با استفاده از حسگرهایی که روی شاخکاشون هست هر گونه جریان ظریف هوا از جمله لنگ دمپایی در حال پرواز رو حس کنن. سوسکا این قابلیت رو دارن که تنها در یه ثانیه به سرعتی قابل توجه برسن که معادل با دویدن انسانی با سرعتی به اندازه 300 کیلومتر در ساعته. بدن منعطف سوسک عاملی برای جا شدن اون در شکافایی با اندازه کمتر از 1/4 طول بدنشه. سوسکا میتونن فشاری تا 900 برابر وزنشون رو تحمل کنن. سوسکا آنزیم های قدرتمندی در سیستم گوارششون دارن که میتونن مواد آلی مختلف از جمله پوست مرده، چسب و کاغذ رو بخورن. این موجودات حتی میتونن در محیط های تقریبا خالی از مواد مغذی و نیتروژن دار هم به راحتی رشد و زاد و ولد کنن. بنابراین در صورتی که سوسک در شرایط بد غذایی باشه میتونه با ذخیره مواد حاوی نیتروژن تو بدنش زنده بمونه. سوسکا مجهز به ژن‌هایی برای حفظ ایمنی در برابر عوامل بیماریزای متعددن. بنابراین وقتی که بدنش آلوده میشه، سیستم ایمنی اون میتونه مولکول‌های ضد میکروب آزاد کنه. البته باید بدونید که با رواج استفاده از آفتکش‌های مختلف، جهش‌های ژنتیکی زیادی در بدن این موجود ایجاد شده که اونو در مقابل هر نوع حشره‌کشی نامیرا میکنه. در واقع به مرور زمان سوسکا میتونن آنزیمای سمزدایی بیشتری تو بدن خودشون تولید کنن که اثر بخشی حشره‌کش ها رو کم میکنه. بنابراین از اونجایی که سوسکا به سرعت تولید مثل میکنن میتونن در عرض چند ماه نسبت به یه حشره‌کش جدید مقاوم بشن. در پایان به نظر میرسه که تنها راه شکست دادن سوسکا یه جنگ اتمی تمام عیار بین قدرت‌های هسته‌ای جهان باشه تا همه با هم نابود بشه. البته بعید نیست که در صورت نابودی همه موجودات بازم سوسکا بتونن راهی شگفت‌انگیزی برای ادامه حیات خودشون پیدا کنن.